درود بر شما مهربان یاران گرامی، سیاوش اوستا هستم از پاریس. میدونید که امروز پنجم ماه می 2021 هست و 200 سال پس از ناپلئون در فرانسه جنجالی را افتاده بیاد ناپلئون و به ویژه برای نخستین بار یک رئیس جمهور فرانسه مثل ایمانوئل مکرون میخواد در بارش صحبت کنه و بزرگ بداره اونو. تا کنون رئیس جمهورها این اجازه به خودشون نمیدادن، چون ناپلئون یک شخصیتی است که در خود فرانسه باش مخالفت زیاد میشه و شوربختانه چون میدونید که جهان وطنی اندیشیدن، چپ بودن، کارهای خودش رو کرده و میکنه. اما ناپلئون میگن بردگی رو دوباره احیا کرد و حمله هایی کرده کشورهای دیگه اینها. ولی نکته ای که من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک مورخ میخوام به عنوان آموزش به تو از جریان ناپلئون بدم اینه: ناپلئون که تقریبا فتوحات زیادی داشت، الان که بعد از 200 سال حتی فرانسوی ها نقدش میکنن، یک اشتباه بزرگ کرد، چون اونم گلوبالیسم بود. یعنی اینها همه در خط گلوبالیسم هستن که میخوان جهان رو بگیرن. این گلوبالیسم بودن ایشون، خب الان در طول تاریخ ما داشتیم که با فلسفه، با پیامبری و با چه رفتن جلو، داشتیم که با نیروی نظامی رفتن جلو. ناپلئون از کسانی بود که گلوبالیسم رو، جهان وطنی رو، جهانی رو میخواست با سلاح نظامی انجام بده. ولی نکته مهم این که ایشون پس از 200 سال در سرزمین خودش به عنوان یک مهاجم شناخته میشه. ولی ناراحت نشن مسلمان ها، ناراحت نشید، عقل شعور بیاندیشید لطفا. اما شما ببینید 1400 ساله محمد و سپاهیانش که پس از مرگش به جهان حمله کردند، اینها چون به نام خدا حمله کردند و امپراتوری های بزرگی رو مثل مصر، مثل حبشه، مثل فنیقیین، مثل بابلیین، مثل روم، روم شرقی، مثل ایران، پرس عظیم رو نابود کردن، میلیون ها نفر رو کشتن، زبان مردم رو عوض کردن، دین مردم رو عوض کردن، به زنان اونها تجاوز کردن و تا همین الان توی ابله بالای دست میبری، سر رو سرت میذاری، سید آقا براشون احیا میگیری. پس از 1400 سال اینجا تو فرانسه 200 سال پیش کسی که برای این افتخار آفریده در سطح جهان، ولی هیچ ملتی رو ناپلئون مجبور نکرد دینتون رو عوض کنید، همه ادیان احترام گذاشت. این تأیید و تکذیب کسی نیست، به تو دارم درس میدم. تمام آداب و رسوم ملت ها رو به رسمیت شناخت. کشتاری که کرد بوحد نبود که شهرها رو ویران کنه مثل که کار مسلمان رو کردن. نیشابور ما رو داغوت کردن، گندی شابور رو، توس رو از بین بردن، شهرهای زیادی رو از بین بردن. این کار رو نکرد ناپلئون. ولی امروز میان آقا جنگ کن. ولی تو توی سرزمین خودت به اینها معوا دادی، جا دادی و بالا سرتم بردی. هیچ کسرم اینا اصلا ناپلئون ننامیدن حتی. چون الان برید توی هر جای دنیا بگید ناپلئون، توی مصر، توی جایی که ناپلئون رفت، اسم بچه‌ش کسی میذاره ناپلئون؟ حتی اسم بچه‌شون هم نمیذارن. شما همه اسما رو محمد حسن حسین، همه اسما دون عوض کردید. خب الانم که 40 خورده سال بعدم 1400 سال خردگرایی های بسیاری در این رابطه صورت گرفته، شما هرگز لحظه ای نیندیشیدید. محمد چون به نام دین، به نام خدا الله حمله کرد، نه تنها ما، جهان رو خر کرد. جهان تا به امروز خرشه، سواری هم میکنه. ولی یا تو نره این از خواهم خدمتتون که ناپلئون با ایران صلح کرد، قدرت ایران رو به رسمیت شناخت و به ایران گفت شما دو تا دشمن داری، داری باشون میجنگی، یکی روس یکی انگلیس، من به شما کمک میکنم. قرارداد 16 ماده نظامی بست، قرارداد 23 ماده اقتصادی بست. توی ایران کارخونه توپ و تفنگ سازی درست کرد،
ارتش ایران رو نیرو فرستاد ساختن بسازن و بعد در این راه قربانی داد. سفرهایی که میفرستاد تو راه که بیان ایران این کار رو بکنن تو دولت عثمانی دستگیر میکردن میداختن زندان به اسم جاسوس یا بعد اصلا میکشتن. دو مورد کشتن افرادی که فرانسه میفرستاد اون موقع زمان ناپلئون. پس اندیشه کنیم مهربان یاران. یارو پاشد فقط چون به اسم دین و الله و محمد و اینا بود. اوه چه ها کردن یارو که به اسم فرانسه بود خود فرانسوی قبولش نداره. وقت تو باز بیا بگو که لیلت القدر و احیا و ضربت خوردن و عاشورا و تاسوعا و سینما برات بسازم بعد نفهمی حتی سیاوش کیه. بابک های شما رو سر ببرن تیکه تیکه کنن که اصلا ندونی بابک کیه تو تاریخ، قرامته کیه، شعوبیه کیه. برو تاریخ تو بخون. کاوه آهنگر کی بود، چه کار کرد؟ یعقوب لیث کی بود، کجاست آرامگاهش یعقوب لیث؟ رضا شاه بزرگ کی بود، محمد رضا شاه کی بود؟ برو کمی مطالعه کن. بیاد ناپلئون یهودی ها رو گفت من میخوام بهتون یک سرزمین بدم. این ایده ای اسرائیل که کی ساختن مال اون بود. یهودی ها نابرابر بودن در جوامع اون موقع، بهشون خیلی ستم میشد. قانون ترسیب کرد که اینا یهودی ها با همه آدم دیگه برابرن و غیره و غیره. فهمت بره بالا، فهمت بره. هرمزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد. اون که مکتبی را مسخره میکنه اسلام را مسخره میکنه. مرتد فطریست و زنش برش حرامه، مالش هم باید به ورثه داده بشه، خودش هم باید مقتول باشه. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان.